خارج بشه به عنوان ملی پوش ایران در رقابت‌های جهانی نروژ انتخاب خواهد شد. دو کشتی گیر، دو تا شاگی کشتی میان خوشو بش میکنن. رقابت دوم حساس و شاید و شاید این کشتی به کشتی سوم کشیده بشه اگر شعبانی بتونه برنده بشه. مشتاق گلج کشتی قبل رو با حساب 3-1 برنده شد و ببینیم چه اتفاقی در این رقابت حساس خواهد افتاد. حالا پای راست مشتاق گلج رو فوق‌العاده کار کرد، زیرگیری نو و پای راست خاک کرد و 2 امتیاز همین یک دقیقه ابتدای کار تلاش است که خاک بارانداز کنه و موفق نمیشه. پای راست مشتاق گلج رو چقدر زیبا زیرگیری کرد علی شبانی، ملی پوش ایران در مسابقات جهانی نور سلطان اومده باز هم در رقابت جهانی شرکت کنه. تو به جلو کار میکنه مشتاق گلج، جلس اشتباه کرد، واقعا بخت بسیار بود که کاش از توشک بیرون نرفت. حالا یه ضربه به صورت علی شبانی خورد و دو کشتگی به کشتی بر میگردن. حساب کار 2-0. 1 دقیقه ابتدایی به پایان رسید و یه زیرگیری ناب ایرانی علی شبانی موفق شده تا اینجا کار برنده بشه. هم دیگر رو محق میزنن، مشتاق یکم رو به جلوتر هست اما علی شبانی کم نمیاره. کشتیگیر کاملا با قدرت بدنی و نفس خوب باز هم برخورد. حالا چشم علی شبانی یه لحظه دوچار صدمه شد، خوشبختانه چیزی نیست و برگشتن دو کشتیگیر به کشتی. همینه گارد علی شبانی پایین هست، اجازه زیرگیری به مشتاق گلج نمیده و یک غفلت مشتاق گلج 2 امتیاز رو از دست داد. هرچند که نگذریم از زیرگیری فوق‌العاده علی شبانی. مچه هم دیگر رو هم میگیرن که داور مطمئنن اگر تکرار کنن اختار میده. مجادن علی شبانی رو به جلو کار میکنه. حساب کار 2-0. 40 ثانیه تا پایان 3 دقیقه اول وقت داریم. ببینیم که 40 ثانیه مشتاق گلج موفق میشه. بازم خراب کرد یه لحظه. حالا پای چپ علی شبانی یه لحظه خواست بگیره اما سر گردنش رو کاملا در اختیار داره علی شبانی، کنترل کرد. دفاع خوب علی شبانی نشون داد دفاع کردن هم خوب بلده. اما اون 3 دقیقه دوم رو هم در پیش داره. ببینیم کدوم کشتیگیر از نظر نفس میتونن نسبت به حریفش برتری داشته باشن. خب همینجا 3 دقیقه اول به پایان رسید و حساب کار همچنان 2-0 به نفع علی شبانی. تو کشتی که نزد مربی خودشون میرن آخرین نکات. اگر علی شبانی موفق بشه کشتی رو برنده بشه کشتی به تکرار خواهد شد، ولی اگه گلج برنده بشه ملی پوش این وزن خواهد شد. همینجا با سوت آقای
آقا ولی، مهدی آقا ولی از داوران خوب کشورمون. رقابت 3 دقیقه دوم آغاز شد. ببینیم در این 3 دقیقه آیا علی شعبانی میتونه پیروز میدان و کشتی به رقابت سوم برسه یا نه. شعبانی دیگه جلو کار خواهد کرد یا نه؟ همچنان گلج نشون میده که رو به جلو هست، متأسف فرصت هست که امتیاز بگیره. دو دقیقه و 25 ثانیه تا رقابت این کشتی حساس باقی مونده. مصطفی گلج رو به جلو کار میکنه، اما علی شعبانی سعی میکنه کشتی اداره کنه. اگه علی شعبانی به همین نفت کشتی بگیره مطمئنه داورا بهش اخطار میدن. به همینم میشه. اولین تذکر علی شعبانی و جایی که 2 دقیقه تا پایان رقابت وقت داریم. ببینیم باسم گلج رو به جلو کار خواهد کرد که اخطار 3 ثانیه رو بدن یا نه. شعبانی جانانه دفاع میکنه و اداره میکنه و اما اخطار 3 ثانیه رو علی شعبانی گرفت. 3 ثانیه اگر کار خاصی نکنه یک امتیاز رو میگیره، اما باز هم مشتبه گلج عقب هست، چرا که 1-2 امتیازی علی شعبانی کسب کرده. تعادل مشتبه گلج رو به هم زد علی شعبانی. 1 دقیقه و 15 ثانیه تا پایان این رقابت. رقابت حساسی که مشتبه گلج رو به جلو کار میکنه. امتیاز هم گرفت. 1 دقیقه پایانی، رسیدیم به 1 دقیقه نهایی این رقابت حساس. این مایه گلج میتونه امتیازات عقب افتاده رو جبران کنه، رو به جلو کار میکنه. شعبانی هم داره کشتی به نحو داره به روش خودش داره اداره میکنه. حالا زیر کتف راست میتونه تعادل. حالا اینجا مشتبه گلج یک امتیاز میگیره. شعبانی خسته شده، اما گلج سر حال هست. ببین شعبانی که تا اینجای کار 2-2 برنده هست، چرا که دو امتیاز درشت رو گرفته. باز هم رو به جلو کار میکنه و یک امتیاز دیگه مشتبه گلج میگیره. آماده نشون میده و پرنفس. حساب کار 3-2. 33 ثانیه تا پایان رقابت. اگه گلج برنده بشه به جهانی نروژ خواهد زد و به نوعی انتقام شکست خودش رو از علی شعبانی در انتخابی های قبلی رو میگیره. شعبانی خسته است، کار خاصی انجام نمیده. گلج هم خیلی حرفه‌ای حالا انگشت های دست شعبانی رو گرفت، تذکر میده به مشتبه گلج که این کار رو نکنه. 9 ثانیه 8 ثانیه تا پایان رقابت. داره اداره میکنه مشتبه گلج. علی شعبانی داره تمام تلاش خودش رو میکنه، زیرگیری میکنه، اما موفق نمیشه به پاهای مشتبه گلج برسه. و تمام. مسافر 97 کیلوگرم کشتی آزاد مشتبه گلج هست. خسته نباشید به هر دو دلاور، هر دو سرمایه کشتی ایران هستن. علی شعبانی هم خسته نباشید به هر دو دلاور. مردانه جنگیدن و مشتبه گلج با حساب کار 3-2 موفق شد کامبک بزنه و برنده بشه. کشتی بعد هم ما در خدمت شما هستیم.